با وجود کارشکنی سنی تندرو و گروگان گرفتن 900 نفر از ساکنان شهرهای شیرشین فوه و کفریا در سوریه سرانجام این افراد آزاد شدند و به حلب انتقال یافتند. بامداد با پنجشنبه 28 تیر ماه روند انتقال ساکنان شهرهای شیرشین فوه و کفریا در استان ادله به سوریه آغاز شده بود. بر اساس توافق با عناصر تروریستی قرار بود که بقیه یه ساکنان فوه و کفریا که تعدادشان به 7000 نفر میرسید با 121 اتوبوس از این شهرها خارج شوند و به مراکز اقامت موقت در منطقه جبرین در حلب انتقال یابند. روند آره اجرای توافق تا شامگاه ادامه داشت و نزدیک به 6000 نفر از شیعیان طی سه مرحله از فوه و کفریا وارد مرکز اقامت موقت جبرین شدند. اما سنی های رو در آخرین مرحله خروج اتوبوس ها نزدیک به 900 نفر از اهالی این شهرها را گروگان گرفتند و به آنان اجازه ی حرکت ندادند. سرانجام صبح روز جمعه آخرین گروه از اتوبوس های حامل 900 نفر از ساکنان فوه و کفریا از ریف ادلب وارد منطقه جبرین شدند. منابع خبری اعلام کردند که علت گروگان گرفته شدن آنان نیز اختلاف میان سنی های تندرو بوده است این افراد به مراکز اقامت موقت انتقال یافتند و خدمات اولیه نیز در اختیار آنان قرار گرفت در حین اینجا به جایی برخی سنی های تندرو با سنگ شیشه اتوبوس های حامل شیعیان را شکستند و آنان را تهدید به مرگ کردند به گفته مسئولان اجرای این کوچه اجباری با رسیدن اتوبوس ها عملیات انتقال ساکنان فوه و کفاریا از ریف ادلب به صورت کامل به پایان رسیده و هیچ کس در این دو شهر باقی نمانده است کوچه اجباری شیعیان این دو شهر در حالی صورت گرفت که آنها از آغاز نارامی های سوریه تا کنون در محاصره سونیهای های بودند که این محاصره مدت سه سال به صورت محاصره کامل بود پیش از این سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شرایس شیع به شدت به این کوچه اجباری اعتراض کرده بود.